اگه به جای ترانس تو مدار اینورتر کویل بذاریم چی میشه؟ همونطور که میبینید داره جرقه میزنه. سلام، میخوام یه آزمایشی انجام بدم. من این مدار اینورتر برق رو که با IC 555 کار میکنه تو پست‌های قبل ساختم و آزمایش کردم. حالا میخوام این ترانس رو بردارم و به جای اون کویل موتورسیکلت بذارم. خب کویل چیه؟ موتورسیکلت برای اینکه بتونه تولید نیرو کنه باید سوخت رو توی سیلندر به کمک شمع مشتعل کنه تا قدرت کافی برای حرکت پیستون رو ایجاد کنه. سوخت از طریق کاربرات وارد میشه و جرقه برای انفجار به کمک شمع درست میشه. اما این سیستم چجوری کار میکنه؟ ما تو اینجا قطعی داریم به اسم CDI. این قطعه ولتاژی رو از طریق بوبین برق دریافت میکنه. بوبین برق رو به کمک فلای ویل یا همون فلکه برق که یک آهنربا داره و داخلش هست و پیرامون بوبین میچرخه تولید میکنه. این ولتاژ به CDI میرسه و توی خازنی که داخلش هست ذخیره میشه. حالا چه وقتی CDI این برق ذخیره شده رو به کویل میفرسته؟ ما یه قطعه دیگه اینجا داریم به اسم پیکاپ که بالای فلای ویل به این حالت وصل شده. فلای ویل داره اینجوری میچرخه. یک زائده روش هست که با رد شدن از زیر این بخش رو تحریک میکنه و یک پالس به CDI میفرسته. CDI هم برق داخل خودش رو به کوئل میفرسته و کوئل با چند برابر کردن اون باعث ایجاد جرقه توی شمع میشه. حالا ما میخواییم به کمک این مدار اینورتر همین کار رو انجام بدیم. میخواییم با تغییر پتانسیومتر در واقع سرعت دوران فلای ویل و ایجاد پالس رو شبیه سازی کنیم. حالا ما چجوری کوئل رو به مدار متصل کنیم؟ ترانس ما دو تا سیم ورودی داشت و دو تا سیم خروجی. کویل هم دقیقا همین فرمه. یه سیم برای ورود داره، یکی از این سیم ها. سیم دوم به این شاسی یا بدن متصله. تو بخش خروجی که ترانس دو تا سیم داره، یکی از این سیم های کویل اینه، سیم دوم دوباره رو این شاسی هست. پس برای وصل کردن کویل شما از بدنه به عنوان سیم دوم یا شاسی استفاده میکنید. حالا میخوام مدار رو تست کنم. خروجی در اینجا ظاهر میشه، در جایی که شمع وصل میشه. پس من یک سیم رو از اینجا به شاسی وصل کردم و نزدیک سر خروجی کویل نگه داشتم. یعنی در واقع دو سر رو کنار هم گذاشتم تا تولید جرقه کنه. کویل دو تا سیم پیچ داره. سیم پیچ اولیه که به مدار وصله و سیم پیچ ثانویه که داره های ولتاژ یا ولتاژ بالا رو تولید میکنه. ولتاژی که در اینجا تولید میشه بسیار زیاده و خطرناکه. من 8 ولت رو به مدار میدم، بعدم پتانسیومتر رو میچرخونم تا شما سرعت تولید جرقه رو در سر شمع یا در واقع سر کویل ببینید. همونطور که میبینید داره جرقه میزنه. حالا پتانسیومتر رو میچرخونم. دستگاه رو قطع میکنم. همونطور که دیدید با تغییر فرکانس سرعت جرقه در اینجا تغییر میکنه. هر چقدر ولتاژ بیشتری بدید جرقه بزرگتری در اینجا تولید میشه. ممنونم که ویدیو رو نگاه کردید.